شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 5 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 13 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری خانگاه، شاهین احمدی مادر آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله قربانی حجاب اجباری که همکنون در بیمارستان فجر تهران در کماست، عصر روز چهارشنبه در محوطه بیمارستان فجر تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. هنگام به نقل از یک فرد آگاه نوشته است که بازداشت مادر این دانش آموز با توسل به خشونت صورت گرفته و از سرنوشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. گفته شده که نیروهای امنیتی خانواده خانم احمدی را تهدید کردند تا از رسانه‌ای کردن این خبر خودداری کنند. مادر آرمیتا گراوند در روزهای گذشته مجبور شده بود که مقابل دوربین‌های رسانه‌های حکومتی تایید کند که حادثه رخ داده برای فرزندش بر اثر افت فشار بوده، اما در یکی از این ویدیوها به شکل اعتراضی میگوید ما همه فیلم دوربین‌ها را چک نکردیم. هنگام پیشتر به نقل از یکی از نزدیکان خانواده گراوند نوشته بود که این مصاحبه در محوطه بیمارستان فجر و با فشار و حضور پرتعداد نیروهای امنیتی ضبط شده و آنها تحت فشار این نیروها تن به این مصاحبه دادند. بیهوش شدن آرمیتا گراوند در مترو، بستری بودن او تحت تدابیر شدید امنیتی و انتشار گزارش‌ها مبنی بر اینکه آرمیتا از سوی حجاب‌بانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با واکنش گسترده داخلی و جهانی همراه شده و بسیاری از مقامات و کنشگران جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت این نوجوان دانستند. آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گزارش‌های منتشر شده درباره آرمیتا گراوند را شوکه کننده خواند و با ابراز نگرانی گفت که آمریکا خبرها درباره وضعیت آرمیتا را دنبال می‌کند. پیلی افزود ما همچنان در کنار مردم شجاع ایران می‌ایستیم و برای پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال خشونت‌هایش با جهان همکاری می‌کنیم. سناتور کلر چندلر، رئیس کمیته مرجع امور خارجه، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، با بازنشر خبر درباره وضعیت آرمیتا گراوند در حساب ایکس خود نوشت: برخی گزارش‌های بسیار نگران کننده از تهران. در حالی که آرمیتا گراوند تحت تدابیر شدید امنیتی در بخش ICU بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران در کما به سر می‌برد، بسیاری از کاربران فضای مجازی با اشاره به پیشینه جمهوری اسلامی در ضرب و شتم زنان و معترضان، خودداری حکومت از انتشار ویدیوی داخل واگن مترو، ایجاد فضای امنیتی و جلوگیری از اطلاع رسانی و بازداشت خبرنگاری که قصد تحقیق در این مورد داشت، حکومت را مسئول وضعیت این نوجوان دانستند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند که شهروندان در واکنش به وضعیت بحرانی آرمیتا گراوند در حمایت از او در مکان‌های عمومی شعار نویسی می‌کنند. حامد اسماعیلیون از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی نوشت که سابقه جنایات جمهوری اسلامی به ما یادآوری می‌کند با تردید به بقایع بنگریم و مطمئن باشیم مشغول تحریف حقیقت و خاک پاشیدن بر جنایات تازه خود هستند. نازنین بنیادی در پستی در اینستاگرام گفت: در حالی که جهان در حال مذاکره با رژیم ظالم ایران و مشروعیت بخشیدن و تریبون دادن به آن است، تاریخ دارد تکرار می شود. کمیته حمایت از خبرنگاران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آرمیتا گراوند آن را یادآور سرنوشت تلخ مهسا امینی خواند و نوشت: از مقامات جمهوری اسلامی می خواهیم با بازداشت و آزار خبرنگارانی که به پوشش این حادثه مهم می پردازند، ماشین شرور سانسور خود را دوباره راه اندازی نکنند. مجله فرانسوی لوپان در گزارشی درباره آرمیتا گراوند ضمن اشاره به عجله رسانه‌های ایران در تکذیب درگیری در مترو نوشت: بازداشت روزنامه‌نگار در بیمارستان نشانگر حساسیت فوق‌العاده این موضوع است. این مجله افزود: مقامات برای جلوگیری از اعتراضات در صورت مرگ او در حالت آماده باش هستند.
کانال دولت بهار رسانه نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر داده که افرادی که خود را عوامل اطلاعاتی و امنیتی معرفی می‌کردند امروز با حضور در فرودگاه خمینی ضمن ضبط گذرنامه دکتر احمدی نژاد و ادعای ممنوع خروج بودن ایشان از سفر خادم ملت ایران به گواتمالا ممانعت به عمل آوردند. در همین حال ویدیوهایی از احمدی نژاد در فرودگاه خمینی تهران منتشر شده که مشغول سلفی گرفتن با افراد حاضر در فرودگاه است. رسانه‌ها اعلام کردند که احمدی نژاد همچنان در فرودگاه حضور دارد تا مقامات مسئول در کشور اقدامات مقتضی را در جهت بازگرداندن گذرنامه و انجام سفر خادم ملت ایران به گواتمالا به عمل بیاورند. همزمان کانال سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران نوشت با توجه به وضعیت شکننده سیاسی در گواتمالا و همچنین وجود گزارش‌های مبنی بر احتمال وقوع شرایط امنیتی در این کشور، سفر آقای محمود احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مقام رسمی سیاسی به گواتمالا لغو شده و به ایشان نیز توصیه شده با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و احتمال بازداشت این سفر را انجام ندهند. سابر نیوز افزوده که همچنین جمهوری اسلامی ایران در گواتمالا سفارتخانه نداشته و گزارش های نیز مبنی بر نفوذ بالای رژیم صهیونیستی در این کشور منتشر شده است. روابط عمومی دانشگاه تهران به انتشار خبر بیهوش شدن یک دانشجوی دختر به واسطه برخورد ماموران انتظامات پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به خاطر نداشتن حجاب اجباری واکنش نشان داد و آن را به دلیل استرس ناشی از تذکر انتظامات دانست. در همین زمینه اما خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی از آن به عنوان پروژه سوم مهسا‌سازی نام برد و این ماجرا را صرفاً افت فشار یک دانشجو دانست. مدیر ارتباطات با رسانه دانشگاه تهران به وبسایت دیدبان ایران گفت ماموران انتظامات پردیس بخشید ماموران انتظامات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به قانون شکنی و هنجار شکنی دو دانشجو تذکر دادند که یکی از این دانشجویان به خاطر استرس ناشی از هنجار شکنیش به درمانگاه منتقل شد. این در حالی است که کانال های دانشجویی روایت کردند روز دهم مهر ماه حراست این دانشگاه به سمت جمعی از دانشجویان رفت و درگیری لفظی به وجود آورد، به نحوی که یکی از دانشجویان دختر از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد. به یما مدعی شد که ماجرا از توی برخی جریان‌ها بزرگ نمایی می شود و طراحان اطلاعات غلط به دنبال استفاده از شگرد بزرگ نمایی در عملیات روانی هستند. او بدون انتشار عمومی فیلم‌های حادثه مدعی شده که فیلم مربوط به مراجعه دانشجو به درمانگاه که شخصا مراجعه کرده موجود است و گواهی می دهد که او بیهوش نیست و با پای خود وارد درمانگاه شده است. در پی انتشار تصاویری از شکنجه یک شهروند بلوچ با شوکر برقی در داخل کلانتری منطقه شیرآباد زاهدان، رئیس کلانتری از سمت خود عزل شد. پلیس سیستان و بلوچستان میگوید با دستور دوست علی جلیلیان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، رئیس این کلانتری به دلیل عدم نظارت و کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم احساس مسئولیت از سمت خود عزل شده و تخلف بی در حال رسیدگی است. روز جمعه هفتم مهر ماه شبکه مانوتو ویدیوی منتشر کرد که نشان میداد یک مامور انتظامی که به گفته مرکز اطلاع رسانی پلیس ایران سرباز وظیفه بوده، یک شهروند بلوچ بازداشت شده در کلانتری 13 منطقه شیرآباد زاهدان را شکنجه می کند. حال باش که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می کند می گوید که درباره هویت این زندانی اطلاعی ندارد، اما احتمال داده که از جمله بازداشت شدگان اعتراضات جمعه گذشته در شهر زاهدان باشد. حال باش درباره این ویدیو می گوید که مأمور نیروی انتظامی زمانی از شوکر استفاده می کند که این شهروند در کلانتری در بازداشت بوده و دستهای خود را طبق دستور سرباز وظیفه بالا نگه داشته و کاملا تسلیم اوست و نیرویهای اصلی کلانتری بدون توجه به این شکنجه در حال انجام امور عادی خود هستند و هیچ ممانعتی از این رفتار انجام نمیدهند. برادران ارجمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرش
کارشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. به دنبال برگزار شدن اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان همزمان با سالگرد کشتار شهروندان این استان در روز جمعه 8 مهر ماه سال 1401 موسوم به جمعه خونین زاهدان، فرماندهی نیروی انتظامی این استان تغییر کرد. احمد رضا رادان برای دومین بار از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی فرماندهی نیروی انتظامی را تغییر داد و این بار شاهپور فلاحی فرماندهی انتظامی پیشین شهر قدس، یکی از عوامل و آمرین سرکوب و کشتار معترضان در آبان ماه سال 1398 را به سمت فرماندهی انتظامی جدید زاهدان منصوب کرد.
روزنامه هم‌میهن روز پنجشنبه 13 مهر ماه در گزارشی به افزایش فرار بیماران از مراکز درمانی به دلیل بالا بودن هزینه‌ها پرداخت و یادآور شد که برخی بیمارستان‌ها بیماران نیازمند را زندانی می‌کنند. سرپرستار یکی از بیمارستان‌های دولتی در تهران به هم‌میهن گفت به صورت هفتگی 2 تا 3 تن بعد از دریافت خدمات درمانی بدون پرداخت هزینه‌های درمان فرار می‌کنند. به گفته او اغلب این فرارها از بخش اورژانس و مربوط به کارگران ساختمانی آسیب دیده یا افراد فقیری است که بعضاً به دلیل سکته قلبی و مغزی به بیمارستان برده می‌شوند. همچنین عمده این فرارها در ساعت‌های شلوغی ملاقات و گاهی با همکاری پرستارانی اتفاق می‌افتد که دلشان به حال بیمار می‌سوزد. با این حال به گفته محمود امیدی فعال صنفی پرستاران بعد از فرار بیمار پرستار در امری غیرقانونی گرفتار می‌شود که چرا بیمار فرار کرده است. سازمان غیر دولتی خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال 2023 با 5 امتیاز منفی در مقیاس 100 امتیاز بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال در این کشور تشدید شده است. در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی بعد از جانباختن مهسا ناامینی با قطع اینترنت، مسدود کردن واتساپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پسروی را داشته است. همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقامات آنها مجازات مرگ را برای شهروندان به دلیل اظهار نظر آنلاین در نظر گرفتند و به اعدام 2 ایرانی به دلیل کفرگویی بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که حدود 1,100,000 گلوله را که نیروی دریایی این کشور از سپاه پاسداران توقیف کرده بود به نیروهای مسلح اوکراین منتقل کرده است. به گفته سنتکام نیروی دریایی آمریکا این گلوله ها را در 18 آذر ماه سال 1401 از یک کشتی بدون پرچم توقیف کرده بود و سپاه در نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت درباره یمن در حال انتقال این گلوله ها به حوثی های این کشور بود. بیانیه سنتکام خاطر نشان کرده که وزارت دادگستری آمریکا در 29 تیر ماه سال جاری حکم توقیف این گلوله ها را صادر کرد. سنتکام در بیانیه خود تاکید کرد که آمریکا از طریق همه راه های قانونی ممکن با همکاری متحدان و شرکای خود با انتقال سلاح های مرگبار ایران به کشورهای منطقه جلوگیری خواهد کرد. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه روز چهارشنبه به گروه نویسندگان دفاعی در واشنگتن گفت بعد از اینکه نیروهای دریایی جمهوری اسلامی بارها کشتی‌ها را در اطراف تنگه هرمز و دریای عمان در اوایل سال جاری هدف قرار دادند، نمایش قدرت آمریکا برای عقب نشینی جمهوری اسلامی کافی بود. به گزارش صدای آمریکا ژنرال گرینکوویچ گفت به نظر می رسد که تصمیم ماه جولای برای اعزام جنگنده های F-35 و F-16 به خلیج فارس به همراه یک ناوشکن دریایی و یک گروه تهاجمی آبی خاکی که شامل 2500 تفنگدار آمریکایی بود در میان مقامات جمهوری اسلامی پژواک درستی ایجاد کرد. وی افزود که این اقدام جمهوری اسلامی را از هر گونه اقدام علیه کشتیرانی بین‌المللی باز داشته است. مجله آمریکایی وانیتی فر گزارش داد که ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با نظر به مشکلات حقوقی فزاینده همسرش که به افزایش هزینه‌های دونالد ترامپ انجامیده تقاضای افزایش مهریه خود را کرده تا مبادا در صورت ورشکستگی شوهرش در حق وی اجحاف شود. به گفته مجله بانوی اول پیشین آمریکا قول و قرار مالی پیش از ازدواج خود با شوهرش را تغییر داده تا در صورت ورشکستگی ترامپ آینده ملانیا و بارون تنها فرزند وی از شوهر سرمایه‌دارش به خطر نیفتد. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام گذرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی.
رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. مد مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. یون فوسته 64 ساله نمایشنامه نویس، رمان نویس و مقاله نویس نروژی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2023 شد. آکادمی نوبل روز پنجشنبه دلیل انتخاب این نویسنده را نمایشنامه ها و نثر بدیع به اعلام کرد که صدایی به ناگفتنی ها داده است. فوسته علاوه بر نمایشنامه، کتاب های رمان، شعر، مقاله، داستان برای کودکان و ترجمه نیز منتشر کرده است. اما عمده شهرتش به واسطه نمایشنامه نویسی است و پیشتر جوایزی چون جایزه ابسن را به دست آورده است. آثار این نمایشنامه نویس نروژی در ایران هم به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است.
بینندگان عجمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.